با سلام خدمت همه دوستان به یکی دیگه از ویدیوهای های من خوش اومدین تو این قسمت میخوام بهتون آموزش خروج سرمایه خودتون از صرافی هات بیت بهتون آموزش بدم و شما با این ترفنده ای که توی ویدیو بهتون آموزش میدم میتونون راحتی سرمایه خودتون از صرافی هات بیت خارج بکنید و بدون هیچ دقدقهی ای میتونین این کار انجام بدین خب دوستان قبل از شروع خوشحال میشم که دکمه لایک like و سابسکرایب هم چین زنگوله را بزنین در آخر اگر انتقادی یا کامنتی چیزی باشه خوشحال میشم که ما به اشتراک بذارین و ازتون میخوام برای حمایت هم این ویدیو رو برای کسایی که این مشکل رو دارن براشون بفرستین که بتونن راحتی سرمایه خودشون از این سرافی خارج بکنن خب دوستان دیروز صرافی متمرکز هاتپی توی, توی تویتر خودش همه رو شگفت زده کرد و اومد توی تویتری اعلام کرد که الان وقت تعظیم فرار رسیده و گفته که به مدت پنج سال و چهار ماه افتخار رو داشتیم که توی عرضه کریپتو فعالیت خودمون رو داشته باشیم که توی مدت پنج سال هم گفته که تعداد یوزر یوزرهامون هم بالای پنج میلیون نفر بودن و گفته که احساس پشیمونی و احساس شرمندگی میکنیم که این تصمیم رو با داریم با شما به اشتراک میذاریم که از امروز به بعد فعالیت خودمون رو داریم توی بخش کریپتو متوقف میکنیم و دوستان به این نکته توجه بکنید که نوشته از 22 می که از تاریخ دیروز تا سی روز دیگه 21 جون به مدت سی روز شما مهلت دارید که تمام سرمایهتون رو و تمام داراییتون رو از این صرافی خارج بکنید صرافی هات بیت آخرین و اولین صرافی ورشکسته نخواهد بود مجددا توی ماهای آینده یا توی هفته آینده از این ورشکستگی ها توی بازار رو ما حتما میبینیم و میخوام بهتون بگم که دنبال راهکار باشین و نذارین اشتباهاتون بهتون لطمه بزرگی رو توی زندگی وارد بکنه که با از دست سرمایه تون متاسفانه کارتون یا دستتون به جایی بند نباشه و یک عمر افسوس بخورید به نظر من تنها راهی یا تنها صرافی که میتونید انتخاب بکنید صرافی بایننس هستش که راه های دور زدنش هم خودتون متوجه هستین و خودم هم شخصا فقط توی صرافی بایننس فعالیت میکنم و به نظر من ترید کردن یا همون خرید توی صرافی دیگه واقعا اشتباهه و همشون بالاخره یک روز ورشکسته میشن و همون اول کار بهتره که توی صرافی خوب ترید یا همون خرید خودتون رو انجام بدید که یک مقدار هم امتر باشه و صرافی هات بیت متاسفانه دیروز براش این اتفاق افتاد خب دوستان توی صفحه هات بیت میریم من ورود خودم رو انجام دادم اینجا روی گزینه ولت روی مای فاند رو کلیک میکنید میبینید که دوستان الان به خاطر تعمیراتی که دارن گفته که دارایی من صفره و حالا به خاطر این مشکل شما بهتره که با موبایل خودتون وارد صرافی بشین و توی سیستم عامل اندروید یا آی این باگ وجود نداره و میتونید دارایی خودتون رو ببینید که الان من توی موبایل خودم رو دارم الان چک میکنم و میبینم که حدود 120 میلیون توکن دوج ایلان رو من دارم روی بخش ویدراول یا همون برداشت رو کلیک میکنید اینجا با توجه به اینکه توی اپلیکیشن موبایل خودم دیدم که من ایلان رو 120 میلیون ازش دارم میبینید که اینجا زده صفر و شما شاید فکر بکنید که صرافی دارایتون رو بالا کشیده و اینجوری نیست دوستان رو الان روی ایلان رو کلیک میکنم که به شما هم ثابت بکنم که میشه این دریافت رو انجام داد خب دوستان بسیار از افراد مبتدی به از اینکه وارد این صفحه بشن میبینن که موجودی رو زده صفر و یک مقدار ناراحت میشن که صرافی و رو بالا کشیده و میخوام بهتون میگم اینجوری نیستش و دوستان با ترفندی که میخوام بهتون آموزش بدم شما میتونید این باگ رو از این صرافی پیدا بکنید و سرمایه خودتون رو خارج بکنید فقط کافیه که روی گزینه ترانسفر رو کلیک بکنید میبینید که 120 میلیون رو اینجا نمایش داده و اینجا فقط کافیه که شما روی گزینه اول یا همون همه رو کلیک بکنید و بعدش هم ترانسفر میبینید دوستان که با موفقیت 120 میلیون توکن شما اینجا اومد و حالا دوستان این مبلغ تقریبا مبلغ 20 دلاری میشه و حالا با توجه به گسفی اتریوم فکر کنم مبلغ 30 دلار رو از ما کم بکنه و برای همین من برداشت خودم رو انجام نمیدم چون بخوام برداشت رو هم انجام بدم دوستان کل این توکن یا حتی اگه بیشترم بود به خاطر اینکه برداشت ما بر بستر بلاکچین اتریوم هست کل این مبلغ سوزونده میشه و من دلیل رو نمیبینم که بخوام برداشت خودم رو انجام بدم. پس دوستان دیدید که با این طرفند ساده و با کلیک بر روی ترانسفر شما تونستید موجودی خودتون رو برگردونید و حالا نمیدونم این چه طرفندی هستش که صرافی به صورت عمد این رو ایجاد کرده که حالا دوستان تازه کار بعد از اومدن توی صفحه شون بیان بگن که داره ما صفره و میبینید که همه رو صفر زده و نمیدونم دوستان نمیخوام تو اومد بزنم ولی به نظر من این کار رو عمدی کردن که شما بعد از ورود به صرافی خودتون بگید که سرمایه من صفر و دنبال سرمایه خودتون نباشین و این ترفند اولش بود که گفتم با موبایل بیرون رو چک بکنید و ترفند دوم هم بهتون گفتم که اینجا شما باید روی ترانسفر رو بزنید و اینجا صفر نمایش داره بود و بعد از ترفندی که ما انجام دادیم موجودی شما برگشت و با این دو ترفند ساده و با این دو حرکت ساده شما میتونید سرمایه خودتون خارج بکنید الان دوستان این نوع میم کوین ها و این نوع شت کوین ها بر وستر ای آر همون اتریوم هستن و برای همین واریزش یا همون برداشتشون به مشکل میخوره و اصلا نمیصرفه و حالا برای اثبات من دیروز خودم دوستان اگه توی ترانزکشن هیستوری رو بریم میبینید که تاریخ امروز چهار نیم صبح من رمز ارز سند باکس رو خروج زدم ازش و از این صرافی خارج کردم و دوستان برای توکن های مطرح بازار بلاکچین های مختلف هم موجوده و این رو من بهتون نشون میدم و میبینید که بر بستر پالیگان تونستم با دو تا سنت که تقریبا قیمتش از یک دلار هم کمتره هزینه تراکنشش رو بدم و اینجا تعداد تقریبا ۸ تا توکن سنت رو به کیف پول خودم بفرستم و حالا این شت کوینی که ما میخواستیم بفرستیم چون موثر اتریوم بود اصلا نمی که ما برداشت خودمون رو انجام بدیم و میخوام بهتون بگم که اصلا نگران نباشین شما میتونید توکن مطرح بازار خودتون البته به غیر شد کوین ها به راحتی خارج بکنید و حالا اگه من توی مثلا رمز ارز ایاس رو برم میبینید که بر بلاک چین ایاس رو هم شما میتونید برداشت خودتون انجام بدین و این نکته ای رو که بهتون گفتم بر روی ترانسفر رو باید بزنید و با این نکته و طرفند ساده شما میتونید خروج خودتون از این صرافی صد درصد بکنید فقط دوستان خواهش میکنم که هرچه سریعتر این کار رو انجام بدین که صرافی مدت یک ماه بیشتر به شما وقت نمیده و همین دوستان این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید چون که تلگرام و اینستاگرام خیلی ها در مورد نحوه خروج از صرافی هات بیت رو خواسته بودین سعی کردم توی این ویدیو خلاصه و جامعه براتون توضیح بدم که صرافی هات بیت فکر میکنه که زرنگه ولی ما یک جورایی زرنگترش هستیم و با این دو تا ترفندی که بهتون آموزش دادم یک جورایی میتونید حق خودتون از این صرافی بیرون بیارید و یک جورایی شما سرنگ تر از صرافی عمل بکنید و سرمایه خودتون رو خارج بکنید خب دوستان این بود از ویدیوی آموزشی امروزمون خوشحال میشم که با کامنتاتون به من انرژی بدین و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسو...